خیلی خوب، از اونجایی که کارت بیخوابی اومد یعنی شب نداریم، مستقیما وارد روز چهارم میشیم. سر صحبت سیروس جان بود اگه اشتباه نکنم، 1 2 3 مهران غفوریان سر صحبت، دکتر روحانی انتهای صحبت. مهران جان بفرم. امیرعلی چالش، خیلی ممنون. ببین یه چیزی خیلی داره شهر رو اذیت میکنه، من از روز اول هر چی گفتم غلط بوده، افتضاح. خب چی یه بار هر چی تا امروز گفتم غلط بوده، برای که یه فرض رو میگیرم میرم و غلطه. یه اتفاق بدی افتاده، یه دو قطبی تو شهر به وجود آورده که امیدوارم اینی که دیگه میگم غلط نباشه، و امیدوارم و فکر میکنم و 99.9% جنگ بین پوریا پورسرخ و برز و ارجمند زرگری نیست. شهروندا، ما به دلیل این شکل بازی که خیلی شبیه لجبازی گمراه شدیم. میخوام یه تایید بگیرم، میخوام ازتون بخوام تصمیم بگیریم همین امشب، چون دیگه کارت بیخوابی و غیره نداریم، همین امشب یکی از این دو نفر رو بیرون کنیم، شهر آروم بشه. هر کسی رو که شما رأی بدید، کیا میگن برزو ارجمند، بریم برزو ارجمند رو بیرون کنیم. کیا میگن پوریا پورسرخ رو بیرون کنیم. تعدادمون کمه، به اجماع نمیرسه. شما لطف کنید بشینید، شما رأی شما رو گرفتم، متشکرم. رأی کیو؟ حواس من هست، لطفا اجازه بدید من کلام میکنم. رأی آقا پوریا رو نمیشمارم. بفرمایید. بچه ها مراقب باشین، من فکر میکنم آقای دیرباز تا الان خیلی با ما کنار اومده، خیلی کنار اومده، مخصوصا با خود من. مراقب باشیم که قانونی بازی کنیم، یه خورده چیز نشیم، تذکر نگیریم، حق رأی ازمون گرفته نشه که به شهروندا ضرر بزنه. بچه ها من به شدت مطمئنم روم با شهرونداست، مطمئنم مافیا زیر پشت یک شهروند قایم شده که هنوز تابلو نشده. واقعا امیرعلی خیلی از تو توقعم بیشتره، مگه 4 روزه نخوابیدی اینی؟ چی کار داری میکنی؟ اگر بگم بهت شک کردم که مافیایی، باید حق بدی اون وقت بهم، که دلم نمیخواد بهت شک کرده باشه. موافقم الانم که دیگه روزه رأی بدیم، نمیخوام جو بدم برای کسی. اگر کل تعداد بیشتری اجماع میکنن، منم باشونم، اجماع کنیم مافیا فردا شب میکشه از شهروندا و 100% میکشه. برای اینکه یواش خیلی داره کند، خیلی کند داره لو میره. سپاسگزارم آقای رفیعی. داریم... هر جمله یه فعل داره دیگه، نه بفهمید جمله آخر دیگه، بفهمید الان جمله آخر جوازت فعل گفتی، بگو جمعش کن بشین. خیلی ممنونم، متشکرم. پوریا مواظبت کن. آقای کلیسچی تکلیف تو با من روشن. سپاسگزارم. چالش به شما دوتا عزیز نمیدم، حتی اگر شهروند باشی شما داری بد بازی میکنی. کی؟ روی سیروس امتی، روی سخنم به وضوح با شهروندان عزیزه. دوستان یک ریاضی مشخص، آقای برزو ارجمند اومد تو نظرسنجی، گفتیم بدیم بره بیرون. دست یک، کیا همه موافقت کردن، گفتیم کی با من بازی میکنه، مافیاها اومدن پایین نرفت. گردش دو تا دوست نازنینمون، امیرعلی تو هم برای من 100% مافیا شدی و شما هم. ببین من الان دلیل میگم. ببین تو به من میگی نخند، بعد خودت خیلی قشنگتر از من داری میخندی. ببین اومدن ریختن، گفتن آقا برزو رو ندین بیرون، آقای توکلی رو بدین. آقای توکلی هم مافیا بود، من دستمو کردم بالا. ولی طبیعتاً یک تیمی که 2-3 تا بازیکن خوب داره، طبیعتاً بازیکنیشو که یکم حالا کم بگو بخندتر و کم حواس سره میده بیرون. دو بار شد از برزو ریختن. حالا ببین همه دقت کنید به من، یک بار به بسم الله، دوم ریختن رو برزو. الان امیرعلی نبویان که دیگه اصلا به نظرن یه گل به خودی زد، ماشاءالله بی نظیر. گفت آقا اصلا بی خود و بی جهت صلوات. آقا اومد برگشت گفت آقا چه بین برزو و فلانی، اصلا من چه کجای بازی بودم؟ همه میگم من شهر. آقا فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، هندی. برزو رو بکنید بیرون، اگر من اشتباه کردم هر کاری خواستید بکنید بکنید، و امکان داره شب منو بزنن. اگر دکتر منو سیو نکرد، بلافاصله پشت برزو فرزین محدث و امیرعلی نبویان.
منم که رأی نمیتونم بدم. پس خواهشم با من الکی اینجوری نکنی بعد آخر دست بکنی تو جیبتون. شب میزنن میره، بزنین بره دیگه آقا. دوستان چالش ترجیح میدم به شما چالش ندم. ببخشید. بفهمید آقا. من به شدت مشکوکم به خاطر اینکه داره از دست اول میریزه روی من بی دلیل. کی؟ پوریا. من اولش داشتم بود دستشون بازی میکردم. این دو نفر دارن با هم دیگه حرف میزنن، دلیلشون چیه؟ خوب دقت کنید. خوب دقت کنین. دارم منو میندازم بیرون، هیچ اشکالی هم نداره. هیچ اشکالی نداره منو میندازین بیرون چون بازی خیلی طول کشیده. ولی آدم مهمی رو از دست میدین. سپاسگزارم علی تلیسچی. خود خب بفهم. چقدر خوب شد که من به شما چالش دادم که حرفو شما رو بشنوم بعدن حرف بزنم. شما که شو شدی برادر من، یعنی نقشت شو شده، برای همه شو شده. آقای برزو ارجمند به قطع میره بیرون، این دست به قطع میره بیرون، آقای مهران غفوریان یار فروش به قطع بازیه، شما به قطع مافیای منی. به چرخ چالش میگیرم. اولا گفتم تکلیفتو با من روشن کن، نگفتم با من لچ کن. آقای تلیسچی عزیز، فکر میکنم مشخصی که من یه شهروندم، شهروند مهمی هم نیستم، ولی حواسم هست که کمک کنیم به هم. این کمک نیست عزیز من. برای من شما دوتا 100% شهروندین، برای من شما شهروندین. امیرعلی از تو انتظار نداشتم این ریختی شهروند بازی کنی. یه خورده ناامیدم کردی، یه خورده زیاد. امیرعلی نبویان دست اول داره هیچی نمیگه، تهش اینه که مافیایی، میری بیرون یا هرچی. خوب بازی کن برادر من. من به شدت حرفتو رد میکنم. یار فروشی یعنی چی؟ یعنی مثلا دارم همکار همساید خودم رو میفروشم که مثلا لو نرم؟ نه، من خیلی تابلو شهروندم. طور خواهش میکنم منو سیف کنه که بی خودی شهروندام طور خدا اشتباه نکنه. من فقط گفتم که تایید میکنم حرف زدین، نمیگم تایید میکنم داشتین گاف بندی میکنم. شادم غور میزدین. مهران جان توی این ممنون. بازی به نظرم هیچ کس تابلو شهروند نیست. این که بمونه خوب بازی کنی تابلو نمیتونه باشه. نکته بعد، برزو یه اتهام گنده زده. خب من علیرضا رو اینجا شناختم، ولی خب پوریا رو سالهاست میشناسم و در صداقتش هیچ شکی ندارم، در اینکه آدم اینجاست اهل تقلب باشه یا چه. ضمن اینکه بله آخر حرف رو پوریا صحبت، ضمن اینکه اتفاقی که داره میفته اینه که یک آن به این فکر بکنید که سر این لج و لج بازی ممکنه نه یه شهروند، دو تا شهروند رو ما از دست بدیم و بعد خدافظ. یادتون باشه که چند نفر اینجا به هیچ عنوان خودشون رو لو ندادن. و آخرین نکته‌ای که میخوام بگم، مهران منم مثل شما فکر میکنم که امیرعلی شهرونده، خب حداقل با احتمال بیشتر. این که دیگه داره کار به تخریب روحیه امیرعلی میکشه، به نظرم دیگه کافیه. متشکرم. چالش رو تو از داده بودم به بعد از وسط صحبت نمیشه. من داده بودم به مهران. بله از امیرعلی اگه میخوای چالش بگیر، حالا یا قبل از امیرعلی یا بعد از امیرعلی. بعدش لطفاً بعدش. بچه ها از روز اولم گفتن ما شهروندان ناآگاهیم، حق داریم اتهام اشتباه بزنیم، حتی بیرون کنیم شهروندی رو. اتفاقی نیفتاده. من الان فکر میکنم یک شهروند و یک مافیا بیرونه، اینطوری فکر میکنم. و الان سه نفر آدم، سه تا مافیا تو بازیه که به شدت دارم میبینم پشت دست هم دارن بازی میکنن. من از شهروندا میخوام اگر به من اعتماد دارید که من شهروندم، سر یه مسئله اجماع کنیم، همین الان تصمیم بگیریم یا برزو یا پوریا رو ببریم تو دفاع. دارم میگم یا علیرضا تلیسچی، چون تو نمیتونی به قطع بگی پوریا پورسرخ شهرونده. اگر میگی به قطع، ببین اگر میگفتی مافیا بهت میگفتم خیلی خوب تو یه چیزایی میدونی که بقیه نمیدونن، ولی وقتی میگی به قطع شهرونده یعنی باشی. یعنی اگر پوریا پورسرخ مافیا باشه 100% علیرضا تلیسچی مافیاست و 100% نفر سومی که ترجیح میدم فعلا نگم. آقا بیاین یه اجماع بکنیم. جمله آخر لطفا. ببریم پوریا پورسرخ رو تو دفاع. اگر نبود من
یا برزو. جمله آخر لطفا. پوریا چالششو گرفته، بفهمی پوریا. بفهم. آقا بازیه. خب تو که اولین باری که من دوربینو دیدم گل روی تو رو دیدم، پس از ارادت من به تو هیچ چی کم نمیشه. من از دست یک دارم دلیل میارم، میگم به این دلیل، به این دلیل. چهار بار برزو تا دم دفاعی رفته، هر سری یکی رو گذاشتین کنارش که نره بیرون، و تویی که بازی کنی و ادعای شهرت میشه امکان نداره این اشتباه رو بکنی. میدونی چرا به برزو کلید میکنم؟ به خاطر اینکه نوع بازیشو میشناسم. آقا چرا یه نفر میدین کنار من؟ شهر که بدون تعارف دو نفر اومدن برای خواستگاری، نشستن حرف نمیزنن. تو تمام امیرعلیا رو لایک میدی، منم لایک میدی، من دوتا داریم 180 درجه با هم دیگه مختلف حرف میزنیم. ببین چرا الان من آقا به وضوح دارم میگم، میگم چرا انتخاب شما رو بکنیم. یک نفر تک رأی، من اگر دست قبل هم گفتم آقای توکلی نیاد اشتباه بازی، اگر میدونم، نمیدونم، من دارم اینو میگم، امیدوارم اشتباه از معلمامون یاد نگرفته باشم، از بچه‌ای که ترین کردن ما رو، اگر تک رأی بیاید در روز رأی گیری میشه، معلوم میشه کی بهش روی روز. پس درسته دلیل من بین این دوتا بزرگوار ایشون بوده، الانم هم به همین زرس قاطع در روز ایشونو ببریم براشون آرزوی سربلندی کنیم. آقا من اشتباه کردم؟ اگر درست گفتم امیرعلی و تو فرزین مقدسه عزیز، اگر اشتباه نکردم که خب آقا ببخشید، تا من میرم بیرون دیگه به دست همین سه نفری که اسما بردم و پشتم بودم اطمینان کنید و برید. بس سلام، الان اجماع روی برزوی عزیز و خدا نگهدار. من نمیدونم دیگه شهر رو چجور باید قانع کنم. خیلی ممنون. حرفی که پوریازاد من یه بار بگم، در واقع فرمودن که توی رای گیری که یک نفر داخل رای گیری باشه دیگه خواب نیمروز نداریم، همه چشما بازه و چشم شش رای داده میشه، منظورش این بود. بفهمید نوبت چالش امیرعلی بود که دادن برزو به فرزین. من دارم قانون یاد میگیرم. وقتی که بگن خواب نداریم، پس مافیا براش بد باید باشه، یعنی نمیتونه بخوابه بتونه کسی حرف بزنه. درست بازی کن آقای تلیسچی، برای چی اینجوری میکنی حالت بد میشه؟ چرا یه اینجوری میشین اون میز؟ من اصلا حکم نمیدم که شما مافیا هستی یا نه، من نمیدونم. خب ولی وقتی گفتن خواب نیمروزی ندارین، یه عده لایک دادن، شما دقیقاً اینجوری کردین، انگار که شب بد شد که نخوابیدی. نه انگار که نه، الان داری تغییر بدن میدی. خب الان داری قشنگ داری تغییر بدن میدی و قشنگ اون میز یک کلونی درست کرده که فقط داره لجبازی میکنه. یعنی دو نفر افتادن با هم لجبازی میکنن و میگه اینو بندازیم بیرون. اگر شهر باشه چیکار میخوایم بکنیم؟ آقای دکتر روحانی، آقای رجب، باید حرف بزنی. نمیتونیم اینجا بی... من اینو دارم لایک، نه من دارم حرف میزنم آقای تلیشی، نه من دارم اینو لایک میدم، نمیگم اونور رو، منظورم که هم بخوام به اون لایک بدم هم به تو لایک بدم. دو نفرش مثلا نمیدونیم شما چیه، به زرس قاطع میگم یکی از حرفه‌ها میتونه این دوتا باشه. دلیل میارم برای اینکه کامبیز دیرواز و نازنین اونجا گفتش که حرفه‌ای زودتر تصمیم بگیره، یعنی حرفه‌ای درست انگار نمیدونه داره بازی میکنه، حسیه، همش حسیه، کاملا بازی بلد نیستم، فقط دارم میشتبم. لطفا یه کاری بکنین که ما بفهمیمتون. مراقب باش بعدم لجبازی هم نکنید. باش مراقب قلبت باش، بچه آب به فرزین برسونید. برزو جان بفهمین چالشش رو داد به فرزین. من دادم به فرزین. اول این نکته بگم علیرضا جون، من خودم بازیگرم داداش، قربونت برم، برای من بازی نکن. یعنی من خودم سیام، اصلا مبارکم صدام میکنن، یعنی این اکتا ازم خیلی دبستانی و آره نوکرتم. من نمیخونم چون شما خواننده خوبی هستی، ولی برای من بازی نکن قربونت برم. خوب دقت کنید چه اتفاقی داره میفته. علیرضا به من برمیگردونه، مهران تاییدش میکنه، علیرضا میره رو مهران، دو تایی میان رو امیرعلی. خوب دقت کنینا چه جوری دارن بازی رو عین هم الان داری بازی بعدی میکنی. رومانی بعد میگی مهران فلان، اون میگه تکلیف منو با خودت معلوم کن. بعد شما دقت کنین، مهران غفوریان توی چهار دوری که بلند شده واسطه سه تا جمله رو مدام به یه شکلهای مختلف گفته. امیرعلی من انتظار ندارم تو به عنوان یه پلیر اینجوری بازی کنی. امیرعلی داری خیلی بد بازی میکنی. امیرعلی تو تکلیفت با همش داره در مورد امیرعلی، یعنی زوم کرده رو امیرعلی. من سوال میذارم تو ذهنتون، فقط ولا غیر، اساتید روی من ریختن، مهران غفوریان داره اساتید رو در حقیقت دنبال میکنه، پشتیبانی داره میکنه و بعد میان دوباره میریزن روی من. از تو بعیده، الان سه نفر دارن روی من بازی میکنن. تو ما معتقدیم یه شهروند بیرونه، یه مافیا.
آقا چرا میخواین یه شهروندو بندازین بیرون؟ من متوجه نمیشم. سپاسگزارم. بله ببخشید. استاد بلند میشه میگن اسخر و من الشمس که شما از کجا معلوم؟ جمله آخر کجا معلوم؟ من نمیدونم شما نقشت چیه. خیلی ممنون. فرض اینجا نوبت خودته. خدا رو شکر. یه ذره آروم شد. فکر میکنم اونور یک بازی داره طراحی میشه. نمیدونم. اصلا هم نمیگم که اونا مافیا هستن، نمیتونم ثابت بکنم، اما در مورد دو نفر مطمئنم که شهروندن. یکی احسان کرمی که تو تمام رای گیری ها به من رای میده، مطمئنم شهرونده. یکی هم امیرعلی نوبیان، بقیه رو نمیگم شهروند، به یک دلیلی که خیلی داره صادقانه رفتار میکنه. ببین خیلی داره صادقانه رفتار میکنه مهران غفوریان، عذرخواهی میکنه از اینکه یه شهروند رفته، یعنی بازی نمیکنه. بازی رو شما سر تکون نده ها. من برام تو یه آدمی هستی که اتفاقا مشکوکه. این کله تو خودت خیلی منضبط نشون میدی، صدات هم در نمیاد، مثل آدمایی که سکوتن. هی ببین بچه‌ها، برای من خیلی مشکوکی. خب شما دو تا اصلا نمیدونم چی، به خدا نمیدونم چی. فکر می‌کنیم مثلا من یه لباس خوشگل بپوشیم همدیگه رو نگاه بکنیم، یکیشون ممکن مافیا باشه، نمیدونم. ولی اونور میدونم که توی لجبازی افتاده با برزو و داره لجبازی میکنه، و اگر یه شهروند بره بیرون، یا اون دو نفر مافیا میتونن باشن، یا یه دونه لجبازی میکنن. درست بازی کنه، همدیگه رو ببینیم. من چرجرم فرض اینجا اجازه شما. بله بفهمید. فرض اینو محدث، اگه داری شهروندی خیلی داری بد بازی میکنی. ببین خیلی تابلوه که این سایت سفیده، خیلی تابلوه. این دیسلایک تو میاری بالا، منو به مافیا بودن خودت بیشتر اوکی تر میکنی، خود منو با خودت ها، که تو هم مافیایی. با من بازی کن این دستو، برزو رو بدیم بره، جان سخت استعلام بگیره، میفهمیم چه خبره. خب بعدش جان سخت استعلام گرفت امشب، میتونید بفرمایید که تلیسچی مافیاست. اوکی، از شهروندی شهروند کم میشه. اوکی، ما همین الان یه مافیا دادیم رفته بیرون. با من بازی کن. من الکی حرف نمیزنم. جمله آخر علیرضا جان، متشکرم. خیلی ممنونم. آسی روز. فرزین محدث، خیلی اوور اکت بازی میکنی. اصلا چه دلیل داره کسی که اینقدر بای تو ریاکشنایی که اصلا من نمیفهمم. اون میز آقای تلیسچی، برای چه دستمال پاره میکنی؟ شما یه خواننده به شدت والا، این کارا یعنی چی؟ شما دو نفر ما رو به شک انداختین. آقای امیرعلی نوبیان اومدی این دو تا فرد رو، یعنی آقای برزو ارجمند و پوریا عزیز رو گفتی که احتمال قوی گفتی از این دوتا یک. به نظر من، ببخشید اینجوری میگم، تو از ذهن سبز من، از وایت من اومدی بیرون، احتمالا همساید این دو نفر، یکشون همساید توه. خیلی ممنون. جمله آخر سیروس جان، متشکرم. بفهمین آقا رضا رفی، بفهمین آقا رفی چالش میدید به کسی؟ بله عرض کنم به حضورتون که من از شهروندا خواهش میکنم که برزو رو نگه دارن. این حمله یکم برای من دیگه مشکوک شده، و الان دیگه شده مثل انتخابات، همه قولای انتخاباتی میدن که اینو بندازیم بیرون، اگه نبود منو بندازیم. خبرها نیست. به نظر من این حجمه ای که داره اینجا میشه، اگر پوریا تو، من الان روی علیرضا تلیسچی شکم خیلی قویه، اگر تو شهروندی تو بازی اون نرو. متشکرم. آقا رضا خودتون بفرمایید. دو سر سفره به هم چیزی پرد میکنن، دلیل نمیشه که حتما هر دو شهروند باشن یا هر دو مافیا و دارن مثلا جنگ زرگری را انداختن. من از اول، خب به حال اول حسی بود، بعد به مقدار استدلالی شد روی برزو. تارگتم شدید شده بود. این هرس و جوش خوردن حتما دلیلی نیست که طرف واقعا شهروند هستش. میتونه واقعا داره نقش مافیایی هست که داره نقش یک شهروند به تنگنا افتاده رو بازی میکنه. همچنان به یک اجماعی معتقدم سر برزو. شکرم. قافیه نداشت ولی زیبا بود. استثنان قافیه نداشت. شما بفهم. بله، شاید ما یه خود وایستادیم تماشا میکنیم، به خواستگاری هم نیومدیم. دو دختر خوشگلی نیستی خواستگاری کنیم. از شما هم که دیگه ببخشید. سب میکنم همچنان، برای که خیلی بازی خطرناک شده. کوچکترین اشتباهی بکنیم یک نفر از شهروندان اخراج میکنیم. چرا؟ اونجوری نگاه، اون اداها رو نیا. خیلی هم مهمه. الان در شرایطی هستیم که باید قاطعا بدونیم که منم شکام رو دارم، و اگر دور بعدی باشه قاطعا خواهم.
سپاسگزارم. خب سر صحبت شما بودیم. بیستین آقا مهران برای رأی گیری برای مهران غفوریان. رأی ها بر سیروس جون لطفاً بیار بالا. 1 2 3 دفاع نمی‌کنین. پوریا جان بیستین لطفاً. 1 2 3 4 5 دفاع می‌کنید. بفرمایید بشین. علی تلیسچی 1 2 3 4 5 دفاع می‌کنید. بفرمایید. 2 دفاع آقای احسان خان کرمی. رأی برای احسان. بینگو. آقای نوویان رأی برای امیرعلی. 1 2 3 دفاع نمی‌کنین. پوریا جون شما حق رأی نداری، البته 2 تا دفاع نمی‌کنین. عرض کردم حق رأی نداری دیگه. این دور انضباطی عرض کرد. آره دو رأی دفاع نمی‌کنین. آقا برزو حق رأی 1 رأی دفاع، 2 رأی 3 رأی دفاع نمی‌کنین. بفهمین فرزین جان رأی برای فرزین. 1 رأی دفاع نمی‌کنین. آقای رضا رفیع ببخشید سیروس عذرخواهی می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم، بفهمین من عذرخواهی می‌کنم. 1 رأی سیروس. 2 3 4 دفاع نمی‌کنید. بفهمین آقای رفیع دفاع نمی‌کنید. بفهمین دکتر روحانی رأی برای ایشون. 1 رأی دفاع نمی‌کنید. اول پوریای عزیز دفاع می‌کنه و دوم آقای تلیسچی. بفهمین پوریا جون بفهمین. ما می‌تونیم به راحتی بزنیم تو کار چوب، چون تبر نداریم، اره برقی داریم، نه یه دونه دوتا. برزو من از دقیقه اول گفتم تو بسیار بازیگر خوبی هستی و مطمئنم الان تماشاشی ها دارن منو تایید میکنن، چون تو الان بعد مدت ها رفته بودی. یه پارتنر خوبم داری البته. آقای دکتر ببینیم با لجبازی بازی در نمیاد، من با منطق دارم عرض میکنم. شما چون تمرین ها رو نبودین یکی دوتا از دوستا، از اینجا به بعد اگرم من رفتم منطق منو گوش کنید. و شما احسان عزیز که میگی یا این بره یا من گردن میگیرم، این اصلی ترین حکم بازیه. یعنی یک نفر قطعا یک اطمینانی داره که اینو میگه، تو نمیتونی، تو داری دقیقاً درست بازی کردن منو میگی. من یک چیز مشخص دارم به شما میگم، میگم آقا الان قشنگ با 3 نفر و 3 نفر حالا ممتنه آوردم. ببین احسان دوباره داری منو به شک میندازی. به راحتی آقا یک چیز ریاضیه، برزو اومده. اگر شهروندا تا الان دست ندادن شبم نیارن دستشونو بالا لطفاً، اصلا برای هیچ کدوم نیارن. دو تا شهر رو دادن بیرون، چون بسیار دارن خوب بازی میکنن و بسیار از بی تجربگی شما دارن استفاده میکنن. ببینین الان چجور از همش اجماع بود. چرا برزو تو رای گیری نیست؟ به راحتی معلومه. ببین بسیار بازیگر خوبی هستی، دستت درد نکنه. من رفتم بیرون، اگر استعلام منو بگیرین فقط خواهشن به نظر من رأی ندین، استعلام منو بگیرید. رد خون من برزوی عزیز، امیرعلی نبویان و فرزین مهندس. بچه‌ها به خاطر اینکه خیلی بازی طولانی بشه فرسایشی میشه، این تایمر هم اگه ممکنه که من تایم بقیه بچه‌هام که حرف نمیزنن دارم. حالا هی داریم آروم ولی چش مثل اضافه بار هواپیما که میدن به اینا کاملا نخوشم. نفر بعد که باید دفاع کنه لطفاً بیسته. بچه‌ها یه چیزی رو بهتون بگم، مثلا که شما اصلا حواستون نیست، ما داریم قربانی 4 تا آدمی میشیم که نیومدن تو این تمرین ها شرکت بکنن. خب چرا نیومدی شرکت بکنی که الان داری باعث میشی ما هم که گرفته بودم ازت، ولی این کارو نباید بکنی. تو حق رأی نداشتی باد بریم. چرا نیومدی شرکت بکنی که الان دستتو میاری بالا الکی به منی که شهروندم، از اول بازی سفید بودم، هیچ کس به من رأی نمیداد و الان عین مافیا که تو بازیام دارن به من رأی میدن من برم بیرون. چرا حواستو جمع نمی‌کنی؟ عجیب نیست برات اول این بازی هیچ دستی برام من بالا نمیاد، آخر این بازی این همه دست برام من بالا میاد؟ چرا به من اعتماد نمی‌کنی؟ من دارم میگم پوریا یه چیزی میدونه که داره میگه، ایشون به قطعیت مافیای بازیه. چرا گوش نمی‌کنی؟ چرا اعتماد نمی‌کنی؟ چیزی مگه ازت کم میشه؟ میگم میره بیرون جان سخت استعلام میگیره. متشکرم بشین. مهران جون عرض کردم که توی دفاعیه لایک و دیسلایک نداریم، چون دیگه رسیده به آخر. تذکر بده به یه ضربم نگفتین بدون رأی، منو گفتین چون من فول داشتم. ولی واقعا نه، شما که اصلا خودت تو دفاعی هستی، اصلا حق رأی نداری چون خودت تو دفاعی. متا تو دفاعی فقط سکوت سم بک، برای همین اولمونه واقعا. ببخشید خدا، آخرین بار قول میدی به من؟ آره تو دفاعی جلو دوربین ها نباید لایک و دیسلایک بدی، هیچی، فقط سم بک نگاه میکنیم، هیچ کاری نداری. حق رأی اون نگی، شما حق رأی داری. ببین برای خوابین این روزی بچه‌ها، شهردارمون که یه بار از قابلیتش استفاده کرده، طبیعیه که دیگه قابلیتی نداره. چشا رو ببندین بچه ها، چون 2 نفر تو رای گیرین، چشا رو ببندین. خواب نیمروزیه، چشا بسته، سلام پایین. 2 تا عزیز توی دفاعیه هستن، پوریا جان و علیرضا تلیسچی، خودشون طبیعتا حق رای ندارن، بقیه هم تکراری رای ندارن.
انتخاب کنین تو ذهنتون، به یکیشون رأی بدین. رأی رو برای پوریا پورسرخ میشورم، دستا رو بیارین کامل بالا نگه دارین تا بگم. متشکرم. از تا پایین دیگه اینا که رأی دادن تکراری رأی ندن. رأی برای علیرضا تلیسچی نگه دارین، میشمرم. متشکرم. دستا پایین. روز میشه 3-2-1 بفرمایید. یعنی روز که بود، به ادامه روز میپردازیم. چشا باز. خب پوریا پورسرخ عزیز 3 رأی، علیرضا تلیسچی عزیزم 3 رأی، شهردارم که طبیعتاً میدونی که نداریم، کاری نمیتونست بکنه. میرسیم به قرعه مرگ چون رأیاتون با هم برابره. شهردار چرا نداریم؟ شهردار یک بار بیشتر از قابلیتش استفاده میتونه بکنه و استفاده کرده. تموم شده. شهردار در واقع الان عملاً یه شهروند ساده است. ساده شد. عرض خدمتتون که این دوتا رو داریم. بله، اگر که تیک سبز به هر کی بیفته تو بازی میمونه و زبدر قرمز به هر کی بیفته از بازی خارج میشه طبق قرعه. ببخشید دفعه اول خیلی تسلط نداریم، اگر کسی رفت بیرون از این کارتای آخر داره؟ بله بله، در خواب نیمروزی در واقع کشته روز بله. کارت حرکت آخر داره. خب من اینو پشتم چند تا قول بزنم که قرقاتی بشه. یکیتون انتخاب کنین رویه یا زیریه. حالا بگین دیگه. رو زیر. زیر. زیر مال تلیسچی، رو مال پوریا. رو کنید. رو به دوربین. علی تلیسچی تو بازی میمونه، پوریا میاد پیش من. پوریا میاد پیش من. کارت حرکت آخر. یه ذهن زیبا برسون. بیا بیا برای شهر. کجا میری؟ رندتو میخوای بیاری؟ رندش آورد. یه ذهن زیبا برسون. سه تا میخوام بگم. یعنی ذهن زیبا بیاد میگی؟ سه تاشو میگم. اینقدر یعنی مدعیم. سه تا از نقشه رو دقیق میگی؟ دو تا رو 100%، دو تا دیگر رو یه دیمه دیگر رو 50%. ببین از یک تا شیش از یک تا شیش یک مونده، دو مونده، چهار و پنج. خب چهار خودت برگرد رو به دوربین. مسیر سبز چیه بچه ها؟ مسیر سبز رو جلوی هر کسی بذاره، فردا اگر 8 تا رای هم داشته باشه در دفاعیه نمیره، یعنی تحت هیچ شرایطی دفاع نمیکنه، اصلا داخل رایگیری نمیاد که بخواد بره، مسئول میشه از دفاعیه جلوی هر کی میخواد بذاره. سوال دارم، هیچی نمیتونم بگم، فقط برای رفع زحمت کنم اگر با خفت بدون خاری. خدا نگهدار. همه تو دیگه خودش یه کتاب حرف دیگه. اصلا بابا جلوی آقای تلیسچی گذاشتیم. بله اینم خدمتتون باشه که شاید بیرون به درتون میخواد. دست بزنیم بچه‌ها. خیلی هم عالی. خب اون مسیر سب جلو شما باشه، لطفا جلو شما باشه. خیلی خوب، میریم برای شب چهارم با شما. حالا شما 3-2-1 شب میشه، چشما بسته، سرها پایین. دکتر شهر بیدار شه، فقط دکتر شهر بیدار شه، یک نفر رو نجات بده، خودش رو یک بار، همشهریاش رو هر چند بار بخواد میتونه نجات بده. متشکرم. دکتر شهر بخوابه، بخوابه. گروه مافیا، گروه مافیا بیدار شن، با هم دیگه مشورت کنن. با هم مشورت کنن شکارشون رو تعیین کنن. مشورت. بچه ها من علکی راه میرم، خیلی گول این سمت صحبت رو من نخورید. پدرخوانده شلیکش رو انجام بده لطفا. بله بله، متشکرم. دکتر لکتر یک نفر نجات بده، دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. متشکرم. گروه مافیا بخوابن، گروه مافیا بخوابن. کاراگاه بیدار شه، استعلام یه نفر امن بگیره.
اگر که شهروند باشه عدم تایید و اگر که مافیا باشه تایید نشون بدن. بخواب کاراگاه حرفه‌ای بیدار چه؟ اگر وقت اونو نمیگیره تا چلیک کنه یا نه؟ حرفه‌ای بخوابه متشکرم. روانپزشک بیدار شه. جناب روانپزشک، آیا برای کسی سکوت پزشکی در نظر ندارید؟ بله. بخوابه. بفهمید. بخوابید. دیدم. متوجه شدم. جان سختمون یک استلام دیگه داره در طول بازی. آیا میخواد استلام بگیره؟ متوجه شدم. بخوابه. و با شمارش معکوس بنده روز میشه. 3 2 1 صبح بخیر. جان سخت استلام گرفت، در واقع آخرین استلامش رو گرفت. روان پزشک تشخیص داد که کسی طول درمان نمیخواد، پس بنابراین همه میتونن صحبت کنن. و اما کشته شب. خداحافظی میکنیم با عجب مافیای نتونی داریم. بازم کشته شب نداریم. عجب مافیای نتونی داریم. مگه داریم همچین چیزی؟ نکنه تفنگ آب پاش من میرم به مافیا؟ خودم حواسم نیست. نمیدونم آب ما پیپاشه چجوری. حالا چک میکنم امشب، فکر کنم تقصیر منه. خیلی خب، استعلام جان سخت. از شهروندها، یک شهروند ساده و یک کاراگاه بیرونه و از مافیا پدرخوانده مافیا بیرونه. این هم از استعلام جان سخت. خب سر صحبت مهران بود. 1 2 3 امیرعلی نوابیان، سر صحبت بفرمید. راست چه بخواین؟ من با تمام اشتباهی که کردم یه بار دیگه میخوام اشتباه کنم و بگم که ترجیح میدم در مورد رضا توکلی اشتباه کرده باشیم تا پوریا پورسرخ. ترجیح میدم. اگر پوریا پورسرخ مافیا بوده باشه، مهران غفوریان و علیرضا طلیسچی 100% مافیا. کسی چالش میخواد؟ بفرم. سرم درد گرفته. من دوست دارم پشت تو بازی بکنم. خب ولی اینقدر عجیب و غریب رفتار میکنی، اینقدر کار عجیب و غریب رفتار میکنی که من به تو رأی ندادم. من اشتباه کردم، من گول خوردم و به پوریا رأی دادم. خب که بره توی دفاع از این اتفاقات. ولی تو منو به اشتباه میندازی. برای اینکه من تو چالش میخوام، میگی من نمیخوام تو حرف بزنی، تو برای فلان میکنی و منو وارد اقلا اون بچه‌هایی که درست دارن بازی میکنن کمک کنم بشه. ولی لطفا تو اینقدر اشتباه نکن. من نمیدونم آیا داری آدمای دیگه که دوباره امیرعلی نوابیان، نمیدونم آدمای دیگه که باز داری میگی، باز داری اشتباه میکنی. مهران غفوریان چیکار کرده که من باید فکر کنم که مافیاست؟ میتونم به تو یه ذره شک بکنم آقای طلیسچی، برای اینکه یه کاری با من میکنی که من میتونم به تو شک کنم. ولی برای چی باید به مهران غفوریان شک بکنم؟ چه کار کردی؟ جمله آخر فرزین. جمله آخر. کمک کنیم به هم. متشکرم. همین. متشکرم. فرزین چالشو از شما گرفته بود. متشکرم. آقا دمتون گرم. استعلام گرفت، پدرخوانده رفت بیرون. مهران دقت کن. استاد میخندن. این دو نفر داشتن با هم پچ پچ میکردن. خواهش میکنم به من اعتماد کنین. خواهش میکنم درست بازی کنین. مهران سوار نشو تاکسیشونو. ببین چه جوری دارم بهت میگم. من تا در موردش حرف میزنم
هیچ کس ریاکشن نشون نمیده جز خودش. حواستون رو جمع کنین. سپاسگزارم. حواستون رو جمع کنین. لطفاً امیرعلی، امیدوارم که درست گفته باشی. به نظر من پوریا پدرخوانده این بازی بود. مهران، من تو رو سفید میدونم. جمله آخر. ولی لطفاً نریز روشون، مشکوکم بهت. سپاسگزارم. بفهمین. فرض اینجا نوبت خودت. کسی چالش میخواد؟ آچا تایم رو رعایت کنین، بازی زیاد طولانی میشه. مافیایی که بلند میشه از یک یا دو یار خودش عقب گرد میکنه. پوریا پدرخوانده مافیا بود آقا، پس چرا اینقدر برای آقای توکلی دست اومد بالا؟ چرا دست خود شما برای آقای توکلی اومد بالا؟ مگه شما به رفتن ایشون رأی ندادی؟ دست شما رو من دیدم موقع رأی گیری ایشون. مگه شما دستت نیومد برای آقای توکلی بالا؟ وقتی دست شما برای آقای توکلی اومده بالا، یعنی ایشون مافیا و شما قبول کردی. بعد الان پوریا شد پدرخوانده مافیا، از اول بازی بلند شده داره به شما اتهام میزنه. حتما یه چیزی میدونه، حتما یه چیزی میدونه. بعدم زدین و ترکوندین و پشت یه سخنرانی خوشگل برای ما کردین و این بچه‌ام پشت یه کارت اشتباهی و اونم آورد گذاشت جلو من بخاطر اینکه شهروندا رو نجات بدم. کیا فکر میکنه من شهروندم؟ لایکشونو ببینم. کیا فکر میکنه من شهروندم؟ لایکشونو بیارم بالا. آها ممنونم. جمله آخر ندارید؟ بفهمید. شما چالش داده بودید؟ من. آره بفهم. من نمیدونم تو چجوری و منو دیدی برزو ارجمند، یعنی همون پاتکون دادنه. بچه یه اتفاق خیلی مهم، بادی لنگویج. من نمیدونم تو چجوری، من اصلا تو الان نظری ندارم، ولی یه الکی میندازی رو من. خب امیرعلی نوبیان، من اصلا مهران غفوریان و مافیا نمیبینم. مهران غفوریان فقط میفته پشت بچه ها، نمیدونم چرا این اتفاق میفته. خب فقط میفته پشت بچه ها. مهران احساسی عمل نکن لطفا، تو جون هر کسی که دوست داری سعی کن ببینی آدم ها رو. من فکر میکنم ما دو نفر کلن فراموش کردیم، چون تو هیچ کاری حرف نمیزنن، هیچ کاری نمیکنن. فکر میکنیم که اون دو نفر میتونن مافیا نباشن. پوریا پورسرخ میزنه برزو رو، برزو میزنه تلشی رو. استاد رفیع، استاد روحانی نشستن، چون هم حرف نمیزنن، چون میگه آقای روحانی هم که ترجیبندش که میرسیم بهش. اجازه بدین من فکر کنم. فرضی جمله آخر. من میگم یه ذره دقت بکنین، یه آدمایی که شاید بالا پای میپرن واقعا شهروند باشن و الکی بخوایم حذفشون کنیم. سپاسگزارم. آقا سیروس، من پشت دست فرزین تا این حد بازی میکنم که اصلا بحث اکت و اینا رو بذار کنار. قربون شکلت، این بازی فکریه. 30% 20% ممکنه یه اکتی آدم انجام بده، ولی راجع به این قضیه پشتت بازی میکنم که این بازی شما دو نفر، بازم ممکنه بازی فرسایشی باشه و وقت ما رو بگیره. من هم رو پشت دستت بازی میکنم که دو نفری هستند که به هر حال نسبت بقیه منفعلند. راجع به این قضیه فکر کنیم. متشکرم. آقا رضای رفیع، نکته رو بهتون بگم. پوریا از بازی رفت بیرون، مسیر سبز رو گذاشت کجا؟ یعنی که ما به ایشون نمیتونیم رأی بدیم که بندازیمشون بیرون. مهران چرا به همه لایک میدی؟ مهران گوش کن، خب داریم خودمون رو پاره میکنیم. شرحه داریم شرحه. پاره اصلا داریم جر با جر میکنیم خودمون. مسیر سبز گذاشت اونجا، به چی فکر میکنی؟ خب بعد بلند میشه میگه چرا بد بازی میکنی. خب عزیزم قربونت برم، من استاد بلند میشن چهار تا جمله میگن، بعد دقت کن از جانب قدرت هم حرف میزن، یعنی به جای هممون داره تصمیم میگیره که این معلومه که اینجا فلان. کجا معلومه؟ چی معلومه؟ ممنونم آقا رضا رفیع. نوبت آقا رضا. بله خواهش میکنم. حالا با این اتفاقی که افتاد که الان بعضی ها مردد شدن که پوریا پورسرخ کاراگاه بود که با زرس قاطع اینجوری حمله میکرد، یا پدرخوانده بود که رفت کنار، من هم دوچار شک شدم با این کارت سبزی که قرار داد در مقابل آی تلیسچی عزیز، که اگر شهروند بود، کاراگاه بود، شاید این کار انجام نمیداد، ولی مافیا بود احتمالاً این بیشتر قوت میگیره. سپاسگزارم. آقای دکتر روحانی، کسی چالش نداره؟ چالش مهران مثل که میخواد. شما گرفتی فکر کنم، شما نه نگرفتی این دست، این دست چالش نگرفتی، به مهران داد. آقای رفی بی خودی مشکوک نشو که چرا گذاشت جلوی اون.
برای من پوریا پورسرخ سفیده. حرفای برزو هم میتونه بعضیاش منطقی باشه، میتونه بعضیاش کاور خودش باشه. به هر حال اتفاقی که دیشب افتاد فکر میکنم که دکتر خوب سیف کرد، هر دوتا دکترا فکر میکنم خوب سیف کردن، هم دکتر مافیا هم دکتر شهروند. جمله آخر لطفا، چون مطمئنن شلیک شده. سیروس متین، نمیخوام باد برم شاخ تو شاخ، ولی نوار خالی خیلی پر میکنم. سپاسگزارم، سپاسگزارم. خودتون نوبت خودتون بعد بعد دوباره نوبتت میشه. توی این شلوغ بازیه که کم کم داره حالا یه جورایی باز میشه، من حالا تقریبا بیش از 70% مطمئنم که آقای چلیسی و آقای همتی امکان بسیار زیادی داره که مافیا باشند. میلان جان نوبت خودته، نوبت خودته. چالش میدم به امیرعلی. امیرعلی ببین آقا، 50% احتمال داره که پوریا پورسرخ پدرخوانده باشه، 50% احتمال داره که کارآگاه باشه. شهر باید روی یکیش تصمیم بگیره. من فکر میکنم علیرضا طلیسچی موقعی که رضا توکلی رفت بیرون همه رأی دادن، یعنی حتی یک نفر نبود که دست بلند کنه. حالا چطور فکت شد برای اینکه برزو ارجمند چون رأی داده پس بنابراین حتما مافیاست؟ تو رأی دادی. اگر این فکت مافیا بودنه تو رأی دادی، تو معتقدی که مافیاست، بنابراین اگر برزو ارجمند هم بهش رأی داده حالا اون ور میشه یار فروشی. اجازه بده. اجازه بده. اجازه بده. شهر باید یه تصمیم بگیره، به اجماع برسه در مورد اینکه به نظرش پوریا پورسرخ کارآگاه بوده یا پدرخوانده. جمله آخر لطفا. من در امتداد اشتباهاتم میگم پوریا پورسرخ پدرخوانده بوده. اگر پوریا پورسرخ پدرخوانده بوده، علیرضا طلیسچی یار قطعیشه، مهران غفوریان تنها کسایی که به طور قطع همراهشون بودی همین دو نفر. سپاسگزارم. متشکرم. نوبت کی بود بچه‌ها؟ بفرمایید. مهران جان بفرمایید. امیرعلی، اینکه همراهشون بودی چطور میتونی بگی؟ خودت اشتباه میکنی؟ شاید همراهی منم اشتباه بوده باشه. به نظرم سفید بازی کردن. به نظر من سفید بازی کردن. هم پوریا هم آقای طلیسچی. آقای طلیسچی به من شک نکن. الان دارن اتهام میزنن که من و تو با هم مافیاییم. اصلا به من شک نکن چون برای من سفیدی. اصلا هرچی، ولی دلیل نداری. من یه سوال از شما دارم، چی شد که شکتون شد سیروس همتی و آقای طلیسچی؟ اینا اصلا شبیه هم نیستن، همدیگر هم زیاد تایید نکردن. مهران جون جمله آخر لطفا. در مورد برزو هم امیدوارم که اشتباه نکنیم، ولی شما گفتی که این یا پدرخوانده است یا فلان. نظر خودتو گفتی برزو پدرخوانده است بیشتر؟ ممنون. چیز میگم چی؟ پوریا عوض میخوام اسم برزو رو اشتباه. سپاسگزارم. میگی پدرخوانده است رأی تیمه؟ سپاسگزارم. بفهمین نوبت خودتونه. من قبل از اینکه بخوام حرف بزنم دوباره یه لایک و دیسلایک به من بدید. کیا پشت دست من بازی میکنن؟ پس منتظر توضیح. جناب آقای امیرعلی نبویان گل، که من قلبا خیلی البته دوست دارم، همینطور شما آقای ارجمند، شما هم خیلی دوست دارم. تنها کسی که از اول بازی مزن اتهامش فقط و فقط آقای ارجمند بود، پوریا پورسرخ بود. آقای دیرباز عزیزم، به مرده میتونم اطلاق کنم یا نه؟ بله میتونی. پس کارآگاهه. وقتی از اول بازی داره میگه برزو برزو برزو، استعلام گرفته، کاراگاه استعلامشو گرفته، مثبت در اومده، مافیاست. اگه بری پشتش تو مافیای قطع منی. حالا برای این جواب به کی کیو میگی؟ آقای ارجمندو بکنیم تو دفاعیه، برن رأی بدید آقای ارجمند، برن. آقای روحانی مواظب باش، مواظب باش، آقای ارجمند رو بدیم تو دفاعیه، برن پشپندش، دونه دونه مافیا رو تحویلتون میدم. مرسی احسان جان. چالش نمیدم به کسی. اینکه یکی تو دور دوم یه رأی داشته، تو دور چهارم یه رأی دیگه داشته که اصلا تعیین کننده نیست. وگرنه خب همون دور اول میگفتیم کی فکر میکنه کی مافیاست، که اینکه خیلی دلیل عجیبیه. نکته ای که به نظرم باید بهش دقت کنیم روند بازیه.
یعنی اون چیزی که از ثانیه صفر اتفاق افتاده تا الان، خودمون رو اینجا شرح شرهم بکنیم، باید 50-50 انتخاب بکنیم. بنابراین خودتون رو محکوم نکنید، ناچاریم. کاملا مرگ و زندگیه. بنابراین از نظر من با توجه به اتفاقی که افتاد، ما باید روی علیرضا توافق کنیم. متشکرم. خب شما نفر آخر بودین، شما سر صحبت بودین. بیستی لطفاً رأی گیری برای آقای نوویان. 9 نفرید با 5 رأی میرن توی دفاعی، 1-2 دفاع نمی کنن. برزو جان 5 رأی لازمه دفاع نمی کنن، بفرمین. فرزین جان بینگو، بفرمین. سیروس جان 1-2-3 رأی دفاع نمی کنن، 4 رأی دفاع نمی کنن. تأخیر ندیم بچه، بفرمین. آقای رفیع بفرمین 1-2-3 دفاع نمی کنن. آقای دکتر روحانی 1-2-3-4-5-6 رأی دفاع میکنن حتما، بفرمین. آقای مهران غفوریان رأی برای مهران، 1 رأی دفاع نمیکنن. علیرضا تلیسچی مسیر سبز داره که اصلا دفاع نمیکنه، بله بفرمین. احسان کرمی بینگو، تک دفاع. آقای دکتر روحانی لطفا قیام کنید و دفاع کنید. بله، بازم فکر میکنم که خیلی خوب داره مافیا بازی میکنه، خیلی خوب. یعنی منی که در تمام طول این چند دور سفید بودم، یک مرتبه رو من اجماع شد بی دلیل، فقط به خاطر اینکه با آقای تلیسچی و آقای همتی حمله کردم، فقط به خاطر اینکه به این دو نفر شک کردم، ناگهان دارم حذف میکنم، چیز دیگه ندارم بگم. خب لطفا سرپا برسین که رأی خود، چون تک دفاع هستین. با 5 رأی جمع ما رو ترک میکنن آقای دکتر روحانی، تصمیم بگیرین. رأی ها رو میشمارم. رأی برای خروج آقای دکتر روحانی 1-2-3-4-5 رأی. آقای دکتر تشریف بیارین اینجا لطفا، تشریف بیارین اینجا. یک کارت حرکت آخر دارین، فقط 3 تا مونده، 1-2-5. یک خودتون برگردونید. ذهن زیبا. ذهن زیبا یعنی چی؟ یعنی اگر بتونین نقش یک نفر، سایدش نه، یعنی شهروند یا مافیا نه، نقشش رو دقیق حدس بزنید، تو بازی دوباره میمونید. اگر نه تشریف بیارید. آقای همتی جان، ایشون مافیاست. آقای همتی چه؟ آقای همت چه نوع مافیایی باید بگی، چه نوع شهروندی هم باید بگی؟ یعنی باید دقیق نقش رو بگی نه ساید. فکر میکنم دکتر لکتر. دکتر لکتر تایید میشه، بفهم بشید. با این که به تو مطلوب کنم الحق و بالانصاف بیاد دکتر، دکتر دکتر روحانی. آقا من گوه خوردم. خیلی خوب آقا، چیزه الان یکی از نقشا شو شد ولی بیرون نمیره و سیروس تو بازی میمونه، به خاطر اینکه فقط شو شد. به هر حال همه میدونین که دکتر لکتر بازیه ولی داخل بازی میمونه. خیلی خوب، میریم برای شب پنجم. میریم برای شب پنجم. چشمای زیباتونو ببندین، سرها پایین، سرها پایین. لطفا بچه‌های پشت صحنه به من کمک کنین، دوربین ها همه روی دوستان بمونه، حتی رو دکتر روحانی که اینقدر زیبا حدس میزنه. خیلی خوب، دکتر شهر بیداشه، یک نفر رو نجات بده، خودش رو یک بار، بقیه رو هر چند بار میتونه نجات بده. دکتر بخوابه، دکتر بخوابه، گروه مافیا بیدارشن، سیروس جان و دوستاش با هم مشورت کنن، سیروس جان و دوستاش با هم مشورت کنن. من در نهایت دست سیروس رو میبینم برای شلیک، چون پدرخوانده که بیرونه، بنابر این دست دکتر لکتر رو میبینم. مافیا با هم مشورت کنن و به آقای سیروس امتی بگن که شکار شب کیه، انتخاب کنه. سیروس
متشکرم. سیروس جان یه نفر رو نجات بده بعد از شلیکی کردی. متشکرم. گروه مافیا سیروس رو دوستاش بخوابن. سیروسینا بخوابن. خیلی خوب. کاراگاه که بچه ها اعلام کردیم توی استعلام جانسخت نداریم. حرفه‌ای بیدار شه. حرفه‌ای اگه وقت اونو نمیگیره شلیک اگه خواست بکنه به من اشاره کنه. انتخاب کن حرفه‌ای. منو میکشتی حرفه‌ای، انقدر طولش نمیدادی. بخواب حرفه‌ای، بخواب حرفه‌ای. روانپزشک شهر بیدار شد لطفاً. آیا میخواد کسی رو سکوت پزشکی بده؟ تشخیص میده کی ساکت چه؟ متشکرم، دیدم بخوابه. و جانسختم که دیگه طبیعتاً از استعلاماش استفاده کرده، پس اسمشو دیگه نمیاریم. با شمارش من روز میشه 3 2 1. صبح بخیر، صبح بخیر، صبح بخیر. اگر که این شب‌های پیاپی که به هر حال طولانی شد، 5 شب ما خوابیدیم، اذیتتون کرده، خواب به چشماتون اومده، مولتی کافه بزنید که کارو براتون جمع کنه. حتما مولتی کافه کافیه و کارو براتون جمع میکنه. خیلی خوب. روان پزشک تشخیص داد که یک نفر سکوت پزشکی باید داشته باشه و اون کسی نیست جز احسان کرمی عزیز. شما این دور سکوت پزشکی دارید، فقط لایک و دیسلایک. و خداحافظی میکنیم با 2 نفر. نزدید نزدید دیگه، زدین ترکوندین هم دیگه رو. خداحافظی میکنیم با 2 نفر. سیروس اینا بی سیروس شدن. یکیش سیروس مطیع عزیز، خداحافظی میکنیم با سیروس عزیز. و علیرضای تلیسچی تشویقش میکنیم. سیروس و علیرضا بازی رو ترک کنن، حرکت آخر هم ندارن چون شات شب بوده. بفهمیم پیش بقیه رفقا خسته نباشین، خسته نباشین سیروس چون خسته نباشین. خب زیبا شد، زیبا شد. بفهمین آقا سیروس، بفهمین، خواهش میکنم، متشکرم. بفهم آقای الکتر. میریم برای ادامه بازی. فقط من خواهش میکنم که برای اینکه تصویر بعدالا بتونن راحت تر باشن جمع شیم. شما ستا تشریف بیارین اینجا که نزدیک تر بشیم به هم. جای دوتا بچه ها خوبه، فرزین و آقای رفی. فرزین شما بیا پیش مهران. فرزین بیا اینجا. الان یه بالانس ریزی تقریبا منهای آقای رفی برقرار شد. شما بشین اینجا. اینم ما بهش میگیم جا نمیدونم تعویض جا مثلا از اونا. خیلی خوب. سر صحبت اگر اشتباه نکنم امیرعلی بود. 1 2 3 دکتر روحانی سر صحبت. نه دیگه، 1 2 3 مهران غفوریان. آقای غفوریان سر صحبت، دکتر روحانی تر صحبت. بفرمایید. چالش نمیخواین؟ فکر میکنم که وضعیت شهر بد نیست، ولی احساسم اینه که صد درصد به نظرم آقای تلیسچی شهروند بودن و خواهش میکنم دیگه مراقبت کنیم. مافیا تلیسچی رو زد چون میدونست که تلیسچی داره روشنمون میکنه. جمله آخر لطفا. جمله آخر این که
فکر میکنم که دکتر لکتر میشه بگیم؟ دکتر لکتر خب چی جملت کامل؟ آره دکتر لکتر خودش یه بار نجات داده بوده که الان که تابلو شد دیگه نتونست نجات بده فکر کنم. حال من توضیح بازهات دادم نمیدونم تایید کنن یا نه. مرسی فرزین جان. ممنونم. کسی چالش میخواد؟ بازو میخواد چالش. من واقعا گیج شدم. آقای دکتر که شهروندن دیگه از این مشخص‌تر وجود نداره دیگه. آقای دکتر شهروندن، تشکیل دادن که ایشون دکتر لکترن. علی رضا هم که شهرونده، علی رضا هم که رفت بیرون شهرونده. خواهش میکنم دقت بفرمایید که دارن با همون بازی میکنن. من با تمام احترامی که پشت دست شما بازی کردم به شما و مهران غفوریان دیگه مشکوک هستم. یعنی هی گفتن پشتش بازی میکنیم، بعد ایشون اومد تو روش، من یه خورده به شما و مهران غفوریان مشکوک. متشکرم. بفهمین چالشت بود، بفهمین. من در مورد شما که هیچ حرفی نمیزنم دیگه. یه کاری کردین که کارست. من پشت شما بازی میکنم. میخوام به تو اعتماد کنم برزو. در مورد نه امیرعلی نبویان، در مورد مهران غفوریان. خب در مورد مهران غفوریان به تو یک بار امتحان اعتماد کنم ببینم که به یک دلیلم میخوام اعتماد کنم. مهران به همه لایک میده، حمله میکنه به تو، به تلیچی لایک میده، تو حمله میکنی به تلیچی، به تو لایک میده، اون حمله میکنه به سیروس، به اون لایک میده، سیروس حمله. یه ذره به نظرم عجیبه اینکه همه رو تایید کردن، میدونی اینکه همه رو تایید کردن عجیبه. نه من به نظرم امیرعلی نبویان به نظرم نه واقعا یه ذره به آقای رفیعی که با همون جست شاعران نشستن سپاسگزارم. احسان جان نوبت خودتونه. آه بله بله بله، متشکرم از اینکه حواستون جمعه. بله چالش امیرعلی رو شما گرفتیم. الان داری برگ مافیا میخوری؟ چی شکی داری به من که به همه لایک میده؟ یه خورده فکت بهتر بیار برای من، یعنی برای بقیه. اگر میخوای منو بندازی وسط یه خورده فکت بهتر بیار. من یه خورده به احسان مشکوک شدم. مشکوک شدم خیلی وقت زیر نظر گرفتمش و همش به چیز من رأی میده، به اینکه من رو یه جوری مافیا جلوه بده. اگر تو شهروندی چرا اینجوری؟ امیرعلی رو مطمئن شدم دیگه شهرونده. خیلی ممنونم ازت برزو. جمله نمیدونم، دو به شک شدم ازت. خیلی بهت حجمه وارد شد ولی به نظرم متشکرم داری سفید میشی برزو. متشکرم مهران جان، متشکرم. آقا 4-2 درسته؟ چرا یادتون میره؟ ما قرار بود بین پوریا پورسرخ و برزو 50-50 کنیم. پوریا پورسرخ رفت بیرون، پشت سرش علیرضا تلیسچی که باهاش بازی میکرد رفت بیرون. علیرضا تلیسچی گفت برزو کاراگاهه، ببخشید پوریا کاراگاهه و استعلام برزو رو گرفته و برزو مافیاست. امشب رو برزو اجماع کنین بدون تردید. بعدیش هم میگم خدمتتون، برزو قرار بود 50-50 کنیم. پوریا پورسرخ گفت اگه من رفتم بیرون شهروند بودم رد خون من از برزو بگیرید دیگه، درسته؟ چرا یادتون میره؟ مگه پوریا پورسرخ الان کاراگاه نشد برامون؟ مگه علیرضا تلیسچی گلوشو پاره نکرد که پوریا پورسرخ کاراگاه بود یه چیزی از اول میدونست؟ برزو از من مافیاست، روش اجماع کنید. سپاسگزارم برزو جان. خب دیگه الان من دیگه قشنگ بعد از پایان صحبتم حتما قشنگ مطمئنم که شما مافیایید. تا موقعی که اونجا نشسته بودیم میگفتی برای من در ادامه اشتباهاتم پوریا پدرخوانده باشد، آقای رضا توکلی فلان. الان بچه ها دقت کنین، داره دوباره عوض میکنه، داره ماجرا رو عوض میکنه. مهران جان خواهش میکنم دقت کن، خواهش میکنم دقت کن. اجماع یادتون باشه ما نمیتونیم که جان سختمون دیگه نمیتونه استعلام بگیره. بیاین الان روی همین امشب اجماع کنیم روی ایشون
بفرستیمش بیرون برای فردا، بعد روی مهران تصمیم بگیریم. الان به نظرم با این سخنرانی که کرد از هر من شمسه متشکرم. من اصلا تو فکر نمی کردم، ولی یه جوری داری بازی میکنی، یعنی یه جوری داری طراحی میکنی که فکر میکنم حتما یه مافیا توی. من در مورد تو همچین فکر نمی کنم. فکر میکنم تو کاملا داری احساسی رفتار میکنی و چون همه رو دوست داری داری بر اساس احساسات تصمیم میگیری. شما هم که هیچی، ولی من به زرس قاطع دارم حس میکنم بر اساس بازی که تو داری میکنی مافیایی، با این لبخند و با این آرامش، و یکی هم به شما حدس میزنم. برای اینکه هیچ نمیدونم، حدس دارم میزنم، ولی در مورد تو خیلی خیلی دارم مستقیم شد. جمعه آخر ما الان 4 نفریم درسته و مافیا 2 نفره درسته. اگر یه مافیا بذاریم بیرون بازی رو بردیم. مافیا باید کامل خارج شدن. آه خیلی خوب. خب ما اگه بتونیم امیرعلی نوبیانو بذاریم بیرون، یعنی یه مافیای دیگه داریم، اونو میتونیم راحت پیدا کنیم. متشکرم. متشکرم. نوبت آقای رفی. ببینین دوستان، دو تا مافیا تو بازیه. اگر یه شهروند اشتباه بدیم بیرون، شب مافیا بزنه، باخته شهر بازی رو. خواهش میکنم گوش کنین. خواهش میکنم گوش کنین. اصلا من هر چی شما بگی، من اصلا مافیای صده بازی. تنها خواهشی که از شما میکنم اینه که حرفای پوریا پورسرخ یادتون باشه. تنها خواهشی که دارم ازتون حرفای علیرضا طلسچی که مسجل شد شهره یادتون باشه. من واقعا شهروندم. سپاسگزارم. سپاسگزارم. جمله آخر گفتیم بفهمیم. والا آره دیگه، دو تا مافیا داریم و 5 تا شهروند. میگن همیشه مسابقه بین شیر و آهو خیلی وقتا باعث برنده شدن آهو میشه، به خاطر اینکه شیر به خاطر غذا میدوه، آهو به خاطر زندگیش. من برگشتم به همون نظریه قبلیم، تئوری که داشتم. حالا امیر علی که هی میگه اشتباه، ولی این دفعه به نظر من بنا به اون نکته‌ای که میگه، یعنی پوریا پورسرخ کاراگاه بود که از اول، که منم اصرار داشتم برزو مافیا هست، همین اصرار رو داشت. بعد حمایتش و کاور کردن تلیسچی هم نشون میده که به حال ایشون هم شهروند بود. به نظر من اجماع کنیم دیگه. سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید. من دو چیزی ندارم. فکر می‌کنم که همچنان بهتره وایسم، حواسم رو جمع کنم مثل دفعه قبل. سپاسگزارم. شما نفر آخره بودیم، میریم برای رأی گیری. مهران جان بیستین لطفاً. چند نفرین بچه‌ها؟ یک دو سه چهار پنج شش 7 نفرین با 4 رأی هر کی میره توی دفاع. رأی برای مهران غفوریان با 4 رأی میرن دفاع. یک دو دفاع نمی‌کنین. فرزین جان، فرزین جان رأی برای فرزین. بینگو بفرمایید. احسان جان که سکوت هم هستن، رأی برای احسان جان. یک رأی دفاع نمی‌کنین. بفرمایید. امیرعلی نوبیان رأی برای امیرعلی. 1 2 3 4 رأی دفاع می‌کنید. برزو جان رأی برای برزو. 1 2 3 دفاع نمی‌کنید. بفرمایید. آقای رفیع، آقای رفیع رأی برای آقای رفیع. 1 2 دفاع نمی‌کنید. و جناب دکتر روحانی رأی برای دکتر دفاع. بینگو از حرام نجام. شما بینگو، شما بینگو دیگه. تک دفاع امیرعلی نوبیان میشنویم. قیام کنید لطفاً. بفرمایید. امشب اگه دکتر سیو نکنه شهر باخته. من شهروندم، واقعاً شهروندم. به همین خاطر اشتباه میکردم تو بازی، چون نمیدونستم کی به کیه. پوریا پورسرخ و برزو ارجمند. من پاشدم گفتم 50-50 کنیم. رأیتون به کیه؟ گفتین پوریا پورسرخ. پوریا رو دادیم بیرون. قرار شد اگه اشتباه نکردیم برزو ارجمند باشه. و امشب دکترمون اگه سیو نکنه شهر باخته. و این دفعه اشتباه بزرگ رو شماها کردین. شمایی که به من رأی دادی، اگه میخواین رأی بدین، فرض کنین حرفه‌ای هستین. جرأتشو دارید منو بزنین؟ جرأت ندارید بزنید. من شهروندم. خیلی من همینجوری قیام کن لطفاً بیست، چون تک دفاعی. امیرعلی با 4 رأی جمع ما رو ترک میکنه. تصمیم بگیرید. رأی خروج برای امیرعلی میشمرم. بین 1 رأی 2 رأی 3 رأی تو بازی میمونین. بفهمین تو بازی میمونین. 4 رأی لازم بود. میریم برای شب ششم. 3 2 1 شب میشه. چشماتون رو ببندین. سرا پایین. متشکرم که رعایت کردین از اول بازی.
دکتر شهر بیدار شه لطفا. دکتر شهر یک نفر رو نجات بده، خودش رو یک بار و بقیه رو هر چند بار بخواد میتونه نجات بده. اشاره به خودتون نکنین دوستان تو شب، بذارین دکتر خودش تصمیم بگیره. به هر حال دکتر درس خونده، زحمت کشیده، پلیر خوبی هم هست و میتونه خودش تشخیص بده. متشکرم دکتر، بخوابین لطفا. گروه مافیا، گروه مافیا بیدارشن، گروه مافیا بیدارشن. طبق اطلاعاتی که دارین سیروس همتی عزیز بیرونه و پدرخوانده هم بیرونه. یکی از مافیاها تیر رو باید بزنن به جای پدرخوانده، تصمیم بگیرن، تصمیم بگیرن. تصمیم بگیرن. بله بله متشکرم دکتر لکتر که ندارم. مافیا بخوابن، مافیا بخوابن. کاراگاه که نداریم، اطلاع دارید. حرفه‌ای بیدار شه، هنوز حرفه‌ای قابلیت شلیک داره، آیا میخواد از این قابلیتش استفاده بکنه یا خیر؟ حرفه‌ای اگر روی همشهری‌هاش تیر بکشه خودش میره بیرون، و اگر روی مافیا تیر بکشه یعنی تفنگ بکشه، اسلحه بکشه، مافیا میرن بیرون. منتظریم که حرفه‌ای تصمیمشو بگیره. حرفه‌ای بخوابه لطفا. روانپزشکم که قابلیتش رو استفاده کرده، جان سختم استفاده کرده، پس میتونیم بیدارشیم. 3 2 1 صبح بخیر، صبح بخیر، صبح بخیر، صبح بخیر. خداحافظی میکنیم با 2 نفر، خداحافظی میکنیم با 2 نفر. خیلی مخلصم دکتر روحانی، خیلی مخلصم. فقط نه گفتم خیلی مخلصم آقا، میتونم ارادت خودم رو نشون بدم، خیلی مخلصم. میخواستم بگم بدونی خیلی مخلصم. خداحافظی میکنیم با 2 نفر. عزیز دلم، طناز جمع، شاعر جمع، آقای رضا رفیعی، تشویقش میکنیم لطفا. و اون یکی عزیز دلم فرزین محدث، فرزین هم تشویق کنیم. فرزین و آقای رضا رفیعی جمع ما رو ترک می‌کنن بدون وصیت، چون شکار شب دو هدشات شب بودن. خیلی خوب، سر صحبت اگر اشتباه نکنم مهران بود و الان برزو سر صحبته. برزو جان بفرمی. خیلی جالب، بفرمی. خوش بفرم. ببینین دو حالت داره ولا غیر، یا جفتشون شهروند بودن، یکیشون حرفه‌ای بوده اشتباه زده رفته بیرون، یا یکیشون مافیاست یکیشون شهرونده و وضع شهروندا در این حالت دوم خیلی بهتره. ببینین دوستان، روز اول پوریا پورسرخ احتمالاً استعلام رضا توکلی رو گرفته چون پدرخوانده بوده منفی در اومده، و روز دوم برزو ارجمند یا برعکس، و برزو ارجمند رو مطمئن بوده. به همین خاطر زمانی که می‌خواستیم اجماع کنیم رو برزو ارجمند یا رضا توکلی، بیشتر اصرار داشت برزو ارجمند باشه. رضا توکلی پدرخوانده بود، استعلامش منفی در اومد. به برزو ارجمند رأی بدید بکنیمش بیرون، یا شهروندا می‌برن بازی رو، یا فقط یک مافیا میمونه یه شب دیگه وقت داریم. اگر برزو ارجمند مافیا نبود، باخت شرگردن. سپاسگزارم. غلطی کردم به تو من. آقا
خیلی خیلی را مهران هنوزم متعجبم. هنوز کجا؟ متشکرم. هنوزم متعجبم مهران جانم، همچنان به همه صحبت ها لایک میدی. استاد اول گفت پوریا پور سرخ پدر خوانده است، بعد اومده داره به من میگه که حالا من مافیام. بابا تو رو خدا بازی نخورین. فرزین سفید بود، آقای شاعر عزیزمونم سفید بودن، دو تا مافیا توی بازی داریم، یه نفر دیگه از دست بدیم تموم بازی. تو رو خدا گول نخورین. من آدم مهمی در این شهر هستم، همینطور که بهتون نشون دادم تا الان، بهتون نشون دادم که آدم مهمیم. جمله آخر. ممنونم از دکتر که تا اینجا منو حفظ کرد. جمله آخر لطفاً، و قسمم نداریم تو رو خدا لطفاً به کار نبرین. آقای دکتر روحانی بفهمید. خیلی وضعیت بغرنج شده، واقعاً نمیفهمم. بنابراین همچنان صبر کنم. مهران جان بفهمید. کسی چالش میخواد؟ دکتر چرا صبر میکنی؟ تموم شد. کمک کن اگه شهروندی که خیلی شهروندی، لایک و دیسلایک بدین لطفاً در مورد حرفا. بیرون نگاه نکنی اصلا. اونا رو کاری ندارم. یه چوب بازی. بدبختا یه مش تیر خورده و تیر خورده و اخراج شده. منو قانع کن برزو که میگی ای مهران متعجبم. من به همه لایک نمیدم، الان همه ای نیستیم که. من امیرعلی به نظرم سفیده و دکتر شما هم سفیدین. صبر نکن، کمک کن. امشب شب مهمیه، از روزش بهتر استفاده کنیم. من میدونم دارم خطر به جون میخرم، ولی با امیرعلی نبوی موافقم و پشت دستش میرم. جمله آخر. برزو معذرت میخوام ازت، واقعا فکر میکنم دیگه به قول معروف دیگه مافیایی. دیگه مافیایی. بگی بقید تکلیفتو روشن کن احسان کرمی. همین الان. مهران من اصلا دست پیش حرف نزدم، من اصلا سایلنت بودم. چه تکلیفی؟ الان روشن میکنم. من بفرمایید. دو بار بود. نه 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 چالش نداشت. آقای دکتر، آقای احسان جان، جانم، دو تا مافیا در بازی وجود دارن. استاد منو میدن بیرون و ما میبازیم. خیلی حواستون رو جمع کنین، خواهش میکنم حواستون رو جمع کنین. دو مافیای بازی که در بازی حضور دارند، خواهش میکنم مواظب باشین. متشکرم. من گرفتار اینم که برزو خیلی بازیگر خوبیه. چی؟ میگم گرفتار اینم که برزو خیلی بازیگر خوبیه، ولی ترجیح میدم پشت دست امیرعلی الان بیام. یه چیزایی برام مبهمه، شاید به خاطر اینکه هنوز مبتدیم. یکی اینکه به نظرم شاید شب گذشته، نه ولش کن اصلا نمیگم ولش کن، اما با توجه به چیز روند کار، مگر اینکه دکتر روحانی خیلی دیگه، یعنی یه مافیای پیچیده خیلی که بعید میدونم، نمیدونم یعنی، ولی به هر حال منم فکر میکنم روی برزو عاشقتم، باید توافق کنیم. نفر بعد، نفر آخر، آقای چالش امیرعلی نبوی. برزو هجمن من کتف تو میرسم. چالش گرفت چالش درجه یک چالش خاصه. بعد صحبت شما صحبت نه قبلش صحبت کن. بفرم. ممنونم ازت احسان که تکلیف روشن کردی. چهار تایم برزو رو بدیم بره دیگه. مرسی. شب ببینید دو احسان جان، حتی اگه شهروندی معلوم میشه امروز آقای دکتر روحانی اگر مافیا بود اصلا نمیتونست تو ذهن زیبا دکتر لکتر تشخیص بده، قانونا اجازه نداشت. بله درست. شهروند قطعی بازی مهران غفوریان، منو ببخش تا حالا در مورد تو علیرضا تلیسچی و پوریا پورسرخ اشتباه کردم، غلط کردم، خوبه؟ ولی شهروند به دلیل ناآگاه بودن حق داره اشتباهش رو جبران کنه. من رفتم تو دفاع، سه نفر به من رأی دادن، یک، دو، فرزین مهندس با تأخیر. برزو ارجمند مافیای 100% بازیه، تردید نکنین.
بدیمش بیرون یا شهر میبره، اگه نبرد مافیای آخر احسان کرمی بارم. تمام نفر آخر بودی، پنج نفرید، سه رای کافیه برای تو دفاع رفتن. برزو جان رای گیری برای برزو، یک دو سه چهار رای حتما دفاع میکنید. آقای دکتر روحانی رای برای دکتر روحانی، رای بینگو. آقای مهران غفوریان رای برای مهران، یک رای بفرمایید دفاع نمیکنید. احسان کرمی بینگو و امیرعلی نوویان یک رای دفاع نمیکنید. تک دفاع برزو ارجمند میشتویم. قیام کنید دفاعی ندارم. یعنی اگر واقعا شما و شما متوجه نشدید با این ادبیات و با این اوور اکت، من دیگه دفاع، اگر واقعا من مافیای این بازیم، ببخشید در این شهر کج و کنجو من پس عالی بازی کردم. ولی شما دارید اشتباه، آقای غفوریان داری اشتباه بزرگی میکنی. خیلی من تموم شد دفاعتون، بیستین سه رای کافیه که برزو جان جمع رو ترک کنه. میشورم میبینم رای ها رو، یک دو سه رای برزو جان بیستین اینجا لطفا. هیچی دیگه، شلیک نهایی هم کارت حرکت آخر دارید، دو تا بیشتر نمونه، شماره دو و پنج. شلیک رو گرفت دو، خودت جلوی دوربین نشون بده. فرش قرمز، فرش قرمز یعنی که کی فردا بره مستقیم تو دفاعی حتی بدون رای. برای برزو دست بزنید. خب فرش قرمز رفت جلوی امیرعلی نوویان، معنیش اینه که فردا امیرعلی مستقیم میده توی دفاعی حتی اگر رای نداشته باشه، ولی فردایی وجود نداره چون شهروندا بازی رو برد. من اولش حسی همه رو خودم گفتم منو ببرم، اولش حسی پیش رفتم و با توجه به رفاقتی که با برزو دارم خیلی زیاد و صمیمی. تو چیز شهروند بودی؟ من شهروند بودم. من می‌خواستم شب بزنم. برزو عالی خوب بازی میکنه، یعنی من برزو عالی تمام. من باید یک ساعت پیش به این نتیجه رسیدم. من 50-50 کردم. منو بعد بازی میکردم، منو 20 بار زدی. این بازی اینه که سه تا خبر آخرش وای میسن دارن نقد میکنن. بازی بعد 20 دقیقه ادامه پیدا میکرد. 20 دقیقه اول دارن اندشون میکرد. چی گفتی؟ گفتم من برزو میترسم. برزو عالی. این باهوش اصلا بهش نمیاد خنگ باشه. منم یه خورده حرفه‌ای دیرگیری بودم، ببخشید. بدشانس‌ترین دکتر فوش ندین. من اینو میخواستم بزنمش خودش لو رفت. با آقای دکتر خورو ان شاء الله ما تشوفه.
توکلم بیرون رفت. توکلی ایه یه منو نمیگه، نمیدونم چرا. شاکرم. سر صبح شکم خالی، فیلم برداری ضرر داره واسه معده. قبل از اینکه دعوت بشم به شبهای مافیا نه بازی دیده بودم نه بازی کرده بودم. بعد دیدم خیلی جدی‌تر از اون چیزی که من فکر می‌کردم. بازیش درجه یکه. من به نظرم دومین بازی بزرگ من هست. باشه که دوست دارم داشته باشم مافیا. به شهروند دوست دارم. فکر می‌کنم که مافیا باشم از اختش بهتر برد بیام چون میدونم که از اختش برد. پیشبینی می‌کنم که به شدت بازی جذابی بشه. چرا؟ فکت به خاطر اینکه بچه ها رو من باشون تمرین کردم تعدادشون بیشتر بود تو تمرین ها ولی این تعدادی که الان هستن همشون جدی میگرفتن به شدت براشون بازی جدیه. کسی متوجه نشه ببین اینا هر کدومشون اگر بخوان به من تارگت بزنن سر اسب میبرم میزنم تو رخت خوابشون. این شهره یه دور میگذرم یه بابا نکنه این مافیا خیلی سخت شده. تکلیفی از مافیا مشخص میکنم شهره میذارم این کنش. من زود بازی رو تموم کردم بچه ها رو اشتباه رو درستی زود یه شهروند رو خارج کردم. خیلی خوب نه خوب نیستیم یه بازی نیستیم همه چی که خیلی خوبه. تمام تلاش رو میکردم هنوز معلوم نیست ولی احتمال 70% مافیا میبره این بازی رو. واقعا هرچند که یک شانس یا یک کلمه است ولی از اینکه توسط دکتر روحانی دکتر لکتر همکارش میگن همکار میشنست فکر کنم مافیا ببره. خوبم در خیلی خوبم دارم وقتی نمیخوام روش کنم بچه ها اگه آنم نمیتونست حدس میزدم اول بازی که بازی بکش بکش میشه و همین اتفاق هم افتاد. دیدین چون بچه ها خوبن تحلیل دارن افتادن به جون هم و من به زعم من کاملا دارن سالم بازی میکنن تقلبی وسط نبوده برای همین بازی خوب چرخیده. فکر میکنم که 3 ساعت خورده یه که دارن بازی میکنن ولی فردایی بود چون شهرمندا بازی چقدر سعی کردم بدم گل بزنم. دوستان مقاومت کردن. فنزین یه جایی خودش رو تابلو کرد. یعنی تابلو کرد. اونجا اون بعد من نشستم علی من شد.